میل به برتر بودن و حس شایسته بودن نسبت به دیگران که اوج آن خودشیفتگی می باشد، از ملاقات نامبارک شیطان با حوا در باغ عدن پدید آمد و متاسفانه خوی غرور و خودبینی را در انسان بنیان گذاشت و این دلیل دوری انسان از خدا شد، چون مدعی دانش و آگاهی و همچنین قدرت و توانایی شد که از آن محروم و غافل بود و برای به دست آوردن آن برخلاف عهد خیش که با خدا بسته بود نیز بی‌وفایی کرد و از درخت نیک و بد خورد و قلب خود رو و همچنین قلب نسل بعد از خود رو نیز سخت ساخت، تا به جایی که کلام خدا همه انسان‌ها رو همون گونه که می‌دونید در رومیان 3:23 اعلام می‌کنه، حتی در کتاب تثنیه به اون اشاره می‌کنه، اعلام می‌کنه که همه گناه کردن. حتی ایوب که از چشم خداوند مطابق کتاب ایوب باب 1 بی‌نظیر و بی‌همتا بود و خدا رو می‌کنه به شیطان و میگه آیا کسی مانند ایوب را بر روی این کره زمین دیدی یا نه؟ اما خود این ایوب نیز به اعتراض میشینه نسبت به آنچه که اعلام میکنه که خدا را گویا عادل نمیدانسته. در کتاب ایوب 31:5 میخوانیم این گونه اعلام میکنه: من هرگز به راه غلط نرفتم. دروغ. رومیان 3:23 اعلام کردیم. آیا واقعا بچه های 7-8 ساله ما میشناسیم که اشتباه نکرده باشن؟ آیا همه به هدف خلقتی که خدا در نظر داشت زدن؟ پس گناه کردم، پس این یک دروغ هست. من هرگز به راه غلط نرفتم و کسی را فریب ندادم. همه خودش یک فریب. آنچه که داره ایوب نیز بهش اشاره میکنه. میخواهم خدا خودش مرا با ترازوی عدالت بسنجد. اینجا دیگه غرور ما ایوب رو داریم میبینیم. تا بیگناهی من ثابت شود. اینجا دیگه داریم خودبینی اونو میبینیم که مدام به خودش نگاه کرده. ایوب تا قبل از ملاقاتش با خدا یک انسان خدا دوست بود، اما انسان خداشناس نبود و در مسیر خداشناسی خودش رو قیاس نمی کرد، در مسیر دیگران، یعنی دیگران رو می دید کمتر از اون کلام شاید می خونن، کمتر از اون دعا و نیایش می کنن، کمتر از اون نسبت به شریعتی که آگاهی داشته، که احتمال می دن نویسنده این کتاب خیلی از مفسرین موسی بوده و این کتاب رو که کتاب شعر هست رو به این موقعیت رسونده و از شریعت نیز ایوب احتمالاً آگاهی داشته. پس قیاس میکرده خودش رو نسبت به دیگران، نه نسبت به انجیل متی 5:48، نه نسبت به کتاب پیدایش باب 1:26-28 که باید کامل بشویم به شباهت خداوند. باز در کتاب ایوب 27:5 میخونیم، اعلام میکنه تا زمانی که بمیرم. این رو ایوب داره میگه. عزیزان، من بیشتر تکیه میکنم به این موقعیت ها که خودمون رو آزاد کنیم، آزاد کنیم از این که بدونیم فقط فیض خداست که شامل من و تو شده، برای ایمان، برای خدمت، برای محبت، برای زنده بودن، برای تمام موقعیت هایی که فکر میکنی فقط فیض خداست. ایوب میگه تا زمانی که بمیرم ادعای بیگناهی میکنم، یعنی غرور خودش رو داره مطرح میکنه. سعدی اعلام میکنه نبیند مدعی جز خیشتن را. ایوب مدعی بود، ادعاش اون رو به اونجا رسونده بود و ایوب تا مادامی که در بالای نردبان غرور و ادعا ایستاده بود حقیقت رو درک نمیکرد، اما وقتی از این نردبان پایین آمد و فروتن شد صدای خدا رو شنید. مثل خیلی از ماها که خود من، خداوند زندگی ما عوض کرد، دخترم رو شفا داد، اما مدام می رفتم تو کلیسا با قرآنی که توش امروز می دونم
هیچ مطلب سازنده و نیکی درش نیست. با اون قرآن میرفتم میخواستم با معلمینم بجنگم، با کشیش اونجا، شبان اونجا بجنگم، و بازم روالهای متاسفانه انسانی که همون ادعاست. در من این ادعا بود که شماها چی میگید؟ قرآن ما دیپلم، کتاب انجیل سیکله. و قبلا هم عرض کردم من توی سوئد یه کشیشی رو که به من کتاب مقدس داد از خونه انداختم بیرون، که زهره جانم گریه کرد گفت چرا داری این کارو میکنی؟ تو یک مسلمان متاسف و مدعی بودم، ادعای من اونجا کار میکرد نه ایمان من. باز عرض میکنم زندگیمون رو فیلتر کنیم، ادعای ماست یا ایمان ما هستش که داره عمل میکنه. پس هرگز کسی که روی سکوی ادعا نشسته نجات رو نداره کنه. حتی اگر نجات پیدا کنه غافل از ملاقات هر روزه با خدا خواهد شد. وقتی ادعا داریم ببینیم کجا ادعای بی خودی داریم، ادعایی داریم که دروغه، درست نیست. باز ایوب در باب 42 آیه 3 اعلام میکنه، تو پرسیدی، داره ایوب به خدا میگه، تو پرسیدی چرا با سخنان بی معنی خود حکمت مرا انکار میکنی؟ من به راستی از روی نادانی حرف زدم. ایوب وقتی که خدا رو ملاقات میکنه متوجه میشه تا الان ایمانش نبوده، ادعاش بوده، ادعای مذهبی بودنش بوده، و نمیدانستم چه میگویم، درباره چیزهایی سخن گفتم که بالاتر از فهم من میبود. یعنی فقط یک ادعا بود، هیچی نمیدونستم، من تو تاریکی بودم، تو رو دوست داشتم اما تو رو نمیشناختم. خداوندا امروز نیز مذهبیون همین گونه هستن، و ایوب نیز این گونه بود، چون ایوب نه تنها خدا رو بلکه دوستانی که دور و برش بودن، خدا دوست بودن، اونها رو به داوری یه بد قرار میداد. یعنی روی سکوی خدا نشسته بود، برای اونها هم نیز داوری میکرد. متاسفانه امروز نیز ما شاهد چنین داوری هایی بعد از مدعیان به کلام در بین ایمانداران به مسیح هم هستیم، که این هوشیاری ما نیز دیگه باید داشته باشیم که امروز نجات یافتیم، که البته نیاز به، بازم میگم، ملاقات دوباره ایمانداران به مسیح هست، مشروط بر این که فروتن بشن. هر روز نیاز دارم فروتن بشم تا خودم رو بالاتر از همسرم نبینم، دخترم نبینم، روبن نبینم، شادی نبینم، محمود نبینم، محسن جان که تازه تشریف آورد نبینم، بلکه خودم رو تو جایگاهی ببینم که خدا رو میخوام ببینم. من خدا رو میخوام ببینم، نمیخوام خودم رو قیاس کنم با دیگری تو یک جای اشتباه. اونجا هستش که من متاسفانه جزء مدعیان خواهم بود. باید فروتن بشم. در انجیل متا 23:12 میخوانیم که خود مسیح میگه هر که خود را بلند کند، مانند ایوب که خودش رو بلند کرد و مریضی با اون ادامه داشت، پس گردد، و میبینیم چقدر در رنج بود، بچه هاشو از دست داد و تمام زندگیش از بین رفت، حتی همسرش که بی ایمان بود به اون میگه لعنت بفرست تا خدا تو رو بکشه، لعنت به خدا بفرست خدا تو رو از بین ببره. یعنی تا این مرز، این مرد تو اون جایگاه قرار گرفت. و هر که خود را بلند کند پس گردد، و هر که خود را فروتن سازد سرفراز گردد. این رمز پیروزی همه ایمانداران هستش، و جایگاه ما اون موقع از تمام سختی ها، از تمام مشکلات نیز دور خواهد شد، بلند کرده خواهیم شد. باز در کتاب ایوب 42:12 میخوانیم که اعلام میکنه خداوند در سالهای آخر عمر ایوب بیشتر از اول به او برکت داد. و میدونیم بالای 140 سال عمر کرد ایوب، و خداوند میل به این داره که ما رو برکت بده. ما جای اشتباهی ایستادیم، جایی که نمیتونیم خدا رو ملاقات کنیم، جایی ایستادیم که فقط قیاس میکنیم، خودم رو با کشیش رسول قیاس کنم، خودم رو با یک نویمان قیاس کنم، خودم رو با فلانی قیاس کنم، حالا که قیاس کردم یه تیرکمونم دستم بگیرم بزنمش، نتونستم رو به رو بزنم پشت سرش بزنم بهش. ولی ما فرزندان خدا نمیتونیم از این به بعد که به او ایمان آوردیم مدعی باشیم. مسلما اگر
به جای اینکه مدعی باشیم مرید گردیم، یعنی کاملا وفادار به کلام خدا، وفادار به روح خدا، وفادار به کلیسای مسیح، وفادار به معلمین و خادمین کلیسا باشیم، که اونم وفاداری قلبی باشه نه فقط ظاهر باشه، مسلمم بدونیم که ما توانستیم خدا رو خوشنود کنیم. همه فرزندان خدا، چه شما عزیزانی که روی صندلی نشستید و فکر میکنید هیچ خدمت نمیکنید، همین خدمته، چه عزیزانی که روی اینستاگرام هستن، روی فیسبوک هستن، شما هم دارید خدمت میکنید، این خدمته، از این فضایی که ایجاد شده شما دارید استفاده میکنید در برای ملکوت خدا، کلام خدا میشه، تو خادم خدا هستی، در هر جایی که هستی خادم خدا هستی، روح خدا رو داری، مسح خدا رو داری. پس لازمه این هست عشق و محبت ما که به اساره تبدیل میشه و میشه احترام، به هم احترام بذاریم، به هم احترام بذاریم، حتی در زمانی که خطا میکنیم، حتی در زمانی که اشتباه میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه روح خدا که در ماست خطا نمیکنه. رسول خطا کرده، روح خدا در او خطا نکرده. پس وقتی شما به رسولی احترام میذارید، به معلمی احترام میذارید، به خادمی توی کلیسا احترام میذارید، حتی نسبت به اشتباه خطاش و مدعی نمیشی که تو بهتر از اون هستی، این رو بدان شما به مسیح که در اون هست احترام گذاشتی. پس لازمه به هم احترام بذاریم، همدیگر دوست داشته باشیم، همدیگر محبت بکنیم. آیا شما وقتی توی یک فضایی قرار میگیرید، یک افسر رتبه بالا رو میبینید که حالا پلیس هستش، نیرو هوایی هست، نیرو دریایی هست، نیرو زمینی هست، ببینید چقدر درجه داره، ناخودآگاه به وجه نمیاد، یه احترام خاصی به این میذارید یا نمیذارید؟ دلیلش اون لباسه دیگه، درسته؟ و اون درجه‌ای که اون داره. ما فرزندان خدا هم همین گونه هستیم، ما سربازان خدا هستیم، ما مسح خدا رو داریم. هر کدوم شما عطایی دارید، عطای شما از شما نیومده، از پدر مادرتون هم به شما نرسیده، عطای شما از مسیحه که روح خدا بهتون داده، و من حق این رو ندارم به شما بی احترامی کنم، چون من نمیتونم به مسیحی که در شماست بی احترامی بکنم. پس نمیتونیم مدعی همدیگه حتی باشیم، هوشیار باشیم، برای همدیگه دعا میکنیم، همدیگه رو برکت میدیم. وقتی دشمنان خود رو برکت میدیم، چرا به خودمون اجازه میدیم یک خادمی، یک کشیشی در هر جایگاهی که هست، یک ایمانداری رو غیبت کنیم پشتش، مدعی بشیم بر اون؟ ما نمیتونیم این کارو بکنیم، چرا که اگر چنین عمل کنیم مطمئن باشیم که جایگاه اشتباهی رو برداشتیم، ما به مسح خدا نیز بی احترامی کردیم. در کتاب ارمیا 5:2-3 میگه ادعا میکنید، داره به قومش میگه که خدا رو میشناختن، یهوه رو میشناختن، امروز داره به کلیسای مسیح میگه، کلیسای پرستاران مسیح میگه، به کلیسای فارسی زبان میگه، به تمام کلیساهایی که ادعا دارن کلیساهای بیدار هستن، ادعا میکنید که خداوند را میپرستید، یعنی رعایت تمام آن چرا که باور دارید و انجام میدید، اما از صمیم قلب نمیگویید، چون درک نمیکنید کلام خدا رو، درک نمی کنید واعظ از کجا داره سخن میگه، درک نمی کنید یک ایماندار روح خدا درش هست، و به راحتی غیبت میکنیم درباره اون، به راحتی میکوبی بهش، آسیب بهش میرسونیم، حتی فکر اشتباه میکنیم درباره اون. خداوند خواهان وفاداری شماست، خدا از ما وفاداری میخواد نسبت به اون، نسبت به کلیساش، نسبت به خادمینش، نسبت به کلام و نسبت به روح خدا، که باز متاسفانه در طول تاریخ بشریت غرور و خودبینی نه تنها انسان را از خدا دور کرد، بلکه او را به شرارت مایل ساخت و باعث هلاکتش شد. دانشمندی نیز اعلام میکنه تحمل کردن آدمهایی که ادعای منطقی بودن را دارند سختتر است از تحمل آدمهایی که بی منطق هستند، چرا که فقط ادعا میکنند. و توجه داشته باشیم که پیروان آنانی که به دنبال مدعیان هستند، یعنی فقط آنچه را که مدعیان اعلام میکنن رو گوش میکنن، کاری ندارن و باشون همراه نیستن، همین مرز به اندازه اونها اشتباه میکنن. شما وارد یه فضایی میشید، میبینید یک نفر درباره عیسی مسیح داره اشتباه میگه، میگید چاره این ندارم، کلت تکون میده، پیروی اونو کردی. شما وارد جمعی از ایمانداران میشید، دارید میبینید که آره اونا دارن ضد یک شعبانی، یک کشیشی
سخن میگن. بعد شما میگید آخ آره دیگه، شما پیروی کردید از اون و اشتباه کردید و شما با اون کسایی که مدعی هستن هم قدم شدید. یک نفر به شما زنگ میزنه، آره فهمیدی فلان کشیش فلان خادم چه کار میکنه؟ میتونی بگی اصلا به من مربوط نمیشه، من براش دعا میکنم. تمام من دعا میکنم. ولی وقتی باش هم نظر میشی، هم فکر میشی، آره یه چیزایی شنیدم، تازه اینم شنیدم، اشتباه ایستادی. فرزند خدا مدعی نشو، تو نمیتونی مدعی بشی. به عنوان یک فرزند آزاد میباید آزاد فکر کنیم و نه مدعی باشیم. باز در مزمور 10:3-4 میگه شریران به مقاصد شریرانه خود افتخار میکنن. کسی که متاسفانه از روح خدا دور شده، کسی که متاسفانه با هدایت کلام خدا جلو نمیره، دور شده از اون هدف تارگت اصلی. طمعکار را میستایند. بله کسی هم که داره مدعی میشه اونم قبولش میکنن، هر چیزی میبینن آه یه لاک هم میزنن. رفته رو فیسبوک دیده مثلا یکی بر علیه کشیش نوشته، میگه آه میزه یه لاک بزنم. بر علیه کلیسا زده میزه، میگه آخه دوستمه نمیتونم الان، ناراحت میشه یه لاکش بزنم تاییدش کنم اشتباهشو. یه جا حرف میزنه تاییدش کنم اشتباهشو. ولی ما مدعی نمیتونیم باشیم عزیزان، و خداوند را انکار میکنند. شریران در غرور خود به خداوند توجه ندارند، فکر میکنن خودشونن. آیا شما تایید خدا رو میگیرید و پشت خادم خدا، پشت کلیسای مسیح سخنی میگید؟ پس جز مدعیان شدید. ما فرزندان خدا نمیتوانیم مدعی باشیم و در فکر ایشان خدا جایی نداره. یعنی فقط با فکر خودشونن، فقط با تفکر خودشون میرن. و متاسفانه مدعیان بدگمان و با چشمان بدبینی همیشه مسائل رو نگاه میکنن، نمیتونن امیدی داشته باشن. که برفرض من به خودم میگم، سوء تفاهم نشه، من خودم رو میگم که رسول یک اشتباهی کرده، رسول یک گناهی کرده، رسول یک خطایی کرده، اما در طول زندگیش، زمان ایمانش از 1 تا 100 99%، 90%، 80%، 50% نکویی کرده، 50% خرابکاری کرده. بیایم دعا کنیم که رسول 100% نیکویی کنه، چون 50% نیکویی کرده. چرا بقیه عمرشو باید لگد بهش بزنیم، پرتش کنیم پایین و در جمع مدعیان قرار بگیریم بر علیه خادم خداوند؟ چون این بدبینی در ذهن یک ایماندار یک باره قرار میگیره، گویا دیگه کار مسیح تموم شد، مسیح روی صلیب خیلی کارهای نیکو کرد، بخشید، حالا دیگه تموم شد، دیگه که دیگه ایماندار نمیبخشه، تموم میشه. این از این مسائل رو میگم، سخت صحبت میکنم، که حتی به امور زندگیتون هم همین گونه نگاه کنید. مدعی هم نشید توی خونه، مدعی هم نشید دوستان نسبت به هم دیگه. ما نمیتونیم مدعی هم بشیم، این هوشیاری رو باید داشته باشیم. چرا بدبینی میاره؟ بدبینی که آورد تو محل کارت، بدبینی توی خونت، بدبین میشی به بچت، به زنت، به همسرت، به مردت، توی رابطه هات با فامیلت بدبین خواهی شد. اصلاً اتفاقی نمیافته، ولی تو در ذهنت اتفاق بد رو میبینی. شخصی از تاکسی میاد پایین، محکم درو میزنه، وقتی که محکم میزنه سرش هم میکنه توی تاکسی، میگه خودتی. راننده میگه من که چیزی نگفتم. گفت حالا میگی، بعد از این میگی تو. پس هوشیار باشی. اگر ما در مسیر بدگمانی قرار بگیریم آسیب‌ها خواهیم خورد، و افسوس که امروز جهان بیشتر مدعی هست و نه حق، چرا که دنیای علم رو در برابر چشم خودمون داریم، در کناری که مخالف علم نیستیم، کلام خدا مخالف علم نیست و ما نیز بهره گرفتیم از علم و تجربه، اما داریم می‌بینیم، شاهد هستیم که چگونه متاسفانه ویروس های دست ساخته میاد و بیش از 1 میلیون انسان تا به امروز جان خودشون رو از دست دادن. پس عالمین به علم نمیتونن مدعی بشن، عالمین به سیاست نمیتونن مدعی بشن. مگر 42 سال پیش نبود همین دموکرات ها توی آمریکا، کارتر، سرزمین عزیز ما رو به اینجا رسوندن. شخصی به نام محمد رضا شاه که این همه خدمت کرد ملت ما رو،
پدرش خدمت کرد، چنان شرایطی رو ایجاد کردن که در زمانی که سرطان داشت مریض بود این سرزمین آمریکا بهش راه نداد. کی این کارو کرد؟ همین سیاستمداران دموکرات این کارو کردن. کارتر این کارو کرد. چه ادعایی دارن که میتوانند جهان رو به آبادی و آزادی برسونن؟ پس ادعای اونها نیز باطل هست. مدعیان مذهب چه کار کردن؟ حتی مدعیان مذهب مسیحی در قرون وسطا نیز، اونانی که برخلاف کلام خدا عمل کردن، جنایت کردن. متاسفانه تاریخ رو بخونیم و شاهد هستیم، به جای اینکه کلام خدا رو اعلام کنن، غرور انسانی خودشون رو اعلام کردن و مردم رو در اون زمان لغزش دادن. از این رو بود خیلی کمونیست شدن، چرا که معلمین دروغین بودن، معلمین مدعی بودن. و امروز نیز شاهد هستیم مدعیان مذهبی، مسلمانان رادیکال چگونه دارن سر میبرن، جنایت میکنن و چگونه میخوان شرایط رو اینا ایجاد کنن که جهان در امنیت باشه، در آرامش و سلامتی باشه. آنانی که ادعا کردن همه دروغ گفتن، یک ادعا حقیقت داره و این که عیسی مسیح 2000 سال پیش جان خودش رو روی صلیب داد تا آنانی که به او ایمان میآورند هرگز هلاک نشند. این بزرگترین ادعایی است که حقیقت داره و در قلب هر ایماندار میتونه ثبت بشه. و هوشیار باشیم، جایگاه خودمون رو از دست ندیم در این موقعیت و فریب مدعیان رو نخوریم که همون معلمین دروغین هستن که در بین ایمانداران حرکت میکنن، راه میرن و آسیب نیز میرسانن. بریم با هم دیگه انجیل یوحنا 8:1-10 رو داشته باشیم. اگر میشه لامپای وسط رو میخواید روشن کنید برای مطالعه، و میخواییم ببینیم مدعیان زمان مسیح چه کسایی بودن. انجیل یوحنا باب 8 آیه 1-10. چراغای وسط رو لطفا. سپاسگزارم. ضمن خوش آمد میگم به همه عزیزان. آقای اشکان عزیزم که مدت هاست ندیده بودیم، خوشحال هستم تشریف آوردید. سپاسگزاریم، سپاسگزاریم. هرچند واقعا ما همیشه به اعضای کلیسایی که یه دست برای اعضای کلیسای پاسور مسیح بگیم که خیلی با غیرت هستن، و حتی اونایی هم که نمیتونن بیان با ما روی فیسبوک، روی اینستاگرام هستن، و این نشون میده این کلیسا زنده است و ایماندارانی هستیم که هیچ کدوم مدعی نیستیم. این رو بدونیم، آنچه که به عنوان یک پیام به شما داده میشه پیامی است که خدا اول به من داده تا من مدعی نباشم، و من این پیام رو به شما میدم. ذهن و فکرتون رو هیچ کجا نبرید. با پیامی که از من میشنوید داوری بر هیچ چیزی نکنید. من واعظ انجیل مسیح هستم، از انجیل مسیح میگم. اولم خودم توی تارگت هستم، مورد انتقاد هستم. پس خواهشم این هست شما برای زندگی سالمتون این کلام رو بشنوید و بس. بله. اما عیسی به کوه زیتون رفت. ممنون. کوه زیتون در از شهری بود که نزدیک اورشلیم بود. بله. و بامدادان باز به هیکل آمد و چون جمیع قوم نزد او آمدند نشسته ایشان را تعلیم می داد. عیسی مسیح برای این اومده بود که خبر خوش نجات انجیل رو بده. من و شما هم همین هستیم. ما به پیروی عیسی مسیح می رویم، هر کدوم در قسمتی. روبن عزیزم داره انجیل مسیح رو بشارت می ده با سازش. چمون جان، پرهام جان، اینها دارن بشارت می دن. این بشارت عزیزم. یاسر عزیزم که اونجا پشت این دستگاه هست داره این سیستم ها رو انجام ده. ونوس و تک تک شما، حتی شماها که اینجا هستید، شما کسانی هستید که الان خوانده شدید این کلام رو انتقال بدید به یک نفر دیگه. به اول خودت، اول خودت، اول خودت. اگر میبینید جایی استادی که مدعی هستی، به همکارت، به همسرت، به همسایت، به همکلاسیت، اول خودت رو تقدیس کن، بعد این درس رو بده به یه نفر دیگه. لازمه. مثل خود مسیح. مسیح خدا بود، اومده بود داشت درس میداد، داشت تعلیم میداد. آیا من و شما آر داریم از این؟ روح خدا هم در ما هست هنوز. بله. که ناگاه کاتبان و فریسیان زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش او آوردند و او را در میان برپا داشته
بله. خب میدونیم که مطابق کتاب تثنیه 22 22 و 23 ریز اعلام میکنه زن و مرد، این مردش کجا بود؟ ننوشته اونجا؟ مال شما هم ننوشته عدنان؟ آره. مرد کجا رفت؟ چون فریسیان و کاتبین مدعی بودن، اگر حقیقتا اونها مدعی نبودن اون زن رو آوردن برای سنگسار، از نظر شریعت درست بود، شریعت موسی. اما میگه زن و مرد هر دو بیان. و میدونید موضوع زنا همبستر شدن نیست عزیزان، یعنی خیانت. زنی که به همسرش خیانت میکنه و مردی که به زنش خیانت میکنه، و اینجا دل شکوندن و اینجا جنایت کردن، زندگی یک نفر رو به هم زدن. و در اون زمان، نه الان، در اون زمان شریعت بر این بود که سنگسار بشه. ولی آقا مرده کو؟ مرده کجا رفت؟ کی بود؟ گفت یکی از کاتبین و فریسیان بودن. نه بابا نگید این حرفا، چرا بابا نه چه کار دارید؟ بله نمیدونیم چی بود. چرا آقا اون مرده نبود؟ چرا زنا رو فقط سنگسار میکنن؟ حتی این مسلمان‌ها شما ببینید، رادیکال ها از جمله خود نظام اسلامی، فقط زن ها میارن سنگسار میکنن. این مدعیان چرا حتی نسبت به قوانین خودشون هم خوب عمل نمی کنن؟ پس اونها مدعی بودن، حقیقی نبودن. مدعیان حقیقی نیستن، مدعیان دروغن، هوشیار باشیم. بله. بدو گفتند ای استاد، این زن در عین عمل زنا گرفته شده و موسی در تورات به ما حکم کرده است که چون این زنان سنگسار شوند، اما تو چه میگویی؟ و این را از روی امتحان به دو گفتند تا ادعایی بر او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر افکنده به انگشت خود بر روی زمین مینوشت. خب نعمم، اگر فریسیان و صدوقیان مدعی بودند که این زن زنا کرده، ختمش زندگی مدعیان رو دارن نشون میدن، چون دارن یه کار ظاهری میکنن. نه اون زن رو رفتن تعلیمش بدن، نه باهاش صحبت کنن، نه موقعیت اون مرد رو آوردن. اونها داشتن گونه ای عمل میکردن، شریعت رو میدانستن، که فقط به خدا نشون بدن خدایا ما این قوانین رو انجام میدیم و مردم که ما در بین شما مشهور هستیم، ببینید واو ما یه زناکار رو گرفتیم. حالا هزاران گناه خودشون میکردن، اما روی گناه خودشون نایستادن. از این رو عیسی مسیح توی تعلیماتش به من و تو میاموزه، میگه ریا نکن. میگه میخوای خدا رو بپرستی؟ نمیخواد مثل این ریاکاران بیایی توی خیابون نماز طولانی بخونی، نمیخواد ریش بذاری وقتی روزه میگیری، نمیخواد صورتتو به هم ریخته کنی که بگی من روزه هستم. میگه قلبی باش، با قلب خودت باش، برو توی خونه تو خلوتگاه نیز عمل کن، نه اینکه ادعا کن، نه تظاهر بکن، نه ریا بکن. و فریسیان و صدوقیان متاسفانه فقط ظاهربینی میکردن. شاعری نیز اعلام میکنه خوشا به حال کسی که کسانی که دعا دارن و ادعا ندارن. من و عزیزانی که گاهی لطف میکنم مثل سمی جان و خواهران دیگه که کنار من بودن در تلویزیون، وقتی برای مردم دعا کردیم، مردم وقتی که شفا گرفتن، من که نفهمیدم اون شفا گرفته. اگه من فهمیده بودم اون شفا گرفته، خب من این شفاش میدادم. حتما خداوند گاهی به من میگه اون شخص شفا میگیره. اما این کار خداست. وقتی طرف زنگ میزنه میگه بعد رسول شما اون موقع دعا کردید اینطوری شد فلان شد من شفا گرفتم، میگم ببخشید و جلال بده به خدا، من حوصله درگیری با شیطانو ندارم، جلال از آن خداست، من ضعیف‌تر از اون هستم که تو فکر کنی. دعا کردم خدا شفا داده، از خودش تشکر کن. ممنون به ما زنگ میزنید، ممنون که ما رو تشویق میکنید، اما جلال از آن اون هستش. ما هیچ ادعایی نمیتونیم حتی در این قسمت داشته باشیم. خوشا به حال کسانی که دعا دارن و ادعا ندارن، نیایش دارن نمایش ندارن. ما اینجا در گروه پرستش افتخارمون این هست که حضور خدا باشه، قوت خدا باشه. حتما لازم داریم سرودهای خوب، حتما لازم داریم که سیستم موزیک خوبی داشته باشیم، صداهای خوش داشته باشیم. اما اگر صداها خوب باشه، تمام سازها خوب باشه، همه رو ریتم نظم بریم جلو، اما حضور خدا نباشه، شما به کاباره خیلی خوش آمدید. تمام، یه کاباره است. کاباره میتونیم بریم تو کاباره. اینجا صدای قشنگ
سرود خوب، همه به همه معناش اینه که حضور خدا باشه، حضور خدا با تو باشه. وقتی پرستش میشه تو نیز تقدیس بشی، از روح خدا پر بشی، قوت رو بگیری. همچنین من که واعظ هستم، اگر من برای شما توی صحبتام 10 جوک بگم، 10 داستان قشنگ بگم که تا حالا نشنیدی و لذت ببری از اینجا که رفتی بیرون، تمام میشه همه. من اینجا هستم که روح خدا سخن بگه، خدا تو رو تکون بده، خدا تو رو عوض کنه تا در جایگاه خوب نیز قرار بگیری، آنچه که خدا میخواد. خوشا به حال کسانی که دعا دارن و ادعا ندارن، نیایش دارن نمایش ندارن، ایمان دارن ریا ندارند. با ایمانشون پذیرفتن مسیح رو. فیلم نمیخوام بازی کنم برای کسی. زمان فیلم ما تموم شد. فیلم ما فقط تو اسلام بود. کسی میخواد در مسیحیت فیلم بازی کنه، بره مسلمون بشه. اونجا پر از فیلمه. مسیحیت یعنی این که مثل خود مسیح باشیم. غیر از این نمیتونیم فکر کنیم. و ادامه میده، رسم دارن، یعنی فعل دارن، عمل دارن و اسم ندارن. رسول کیه؟ متاسفم که هنوز میگن کلیسای کشیش رسول. این اشتباس. کلیسای پرستندگان مسیح. آمین. رسول میاد میره، مسیح همیشه هست برای شماها. با مسیح زندگی کنیم، در غیر این صورت فقط مدعی هستیم. یک ادعا داریم، رسول خادمیه، بهش احترام بذارید، به مسیح که درونش هست. غیبتشو بکنید، بدشو بگید، مطمئن باشید به مسیح گفتید. اما رسول به مسیح که خدا داده افتخار میکنه. شما هم افتخارتون به مسیح باشه که در رسول هست. همین دست. کلیسای مسیح کلیسای مسیحه، کلیسای پسران مسیح است. که اسم کشیشا رو نذارید روی کلیسا، این اشتباس. این باعث میشه که متاسفانه مسیحیت انحراف بشه. دوباره ما یه فرقه های دیگه‌ای در متاسفانه مسیحیت باید باهاش روبرو بشیم. لطفاً دوباره این دو تا آیه برید عقب‌تر. سپاسگزارم. و این را از روی امتحان به دو گفتند تا ادعایی بر او پیدا کنند، اما عیسی سر به زیر افکنده به انگشت خود بر روی زمین می نوشت. خیلی ها هستن این موضوع رو تفسیرهای مختلف میدن. من نمیدونم چرا این تفسیرها رو میدن. من واقعا موندم. کلام خدا داره واضح میگه. حالا من میام میگم میدونی اون چی نوشت؟ اینو نوشت. اون یکی میگه نه، اون داشت یه کار دیگه میکرد. هر کی عزیزان، عین کلام خدا رو ما باید قبول کنیم. دیگه چه لزومی داره؟ هی ما بیایم بگیم آخه اون رفت نوش فلان، اون یکی میگه فلان. حالا خدا رو شکر من نمیخوام واقعا بر اونها خورده بگیرم، اما من کلام خدا رو به همین سادگی که میخونم، میگه عیسی مسیح وقتی که مدعیان اومدن این زن باید سنگسار میشد، مسیح نشست. اونها چه کار کردن؟ اونها ایستاده بودن. فکر میکنید اونها چه جوری ایستاده بودن؟ با سنگ اینجوری ایستاده بودن؟ نه خیر، اینجوری صفر. مدعی ای زن فاحشه، میخواییم با سنگ به تو بزنیم. لذا اون زن از نظر جسم فاحشه بود، اونهایی که داشتن میزنن از ایمانشون فاحشه بودن، در فکرشون فاحشه بودن، در احساسا و سخنانشون فاحشه بودن، و اینجوری صفت مدعی با غرور ایستاده بودن. مسیح چه کار کرد؟ مسیح زانو زد. تو چه کار باید میکرد؟ مسیح فروتن شد، نشست. چه کار کنه؟ حالا نشست حال داد با دستش بازی میکن. از نظر من همینه، چیز دیگه ای نبوده. عیسی مسیح فروتن شد. با فروتنی داشت پیامش رو میداد به مدعیان، تا اونهایی که اعلام ادعا میکنن و مدعی هستن بیدار بشن. مطابق متی 18:24 که خود مسیح میگه باید فروتن بشیم مانند بچه ها، مثل بچه ها فروتن بشیم. و نیز پولس رسول در نامه فیلیپیان 2:8 میگه و چون مسیح در شکل انسان یافت شد، خدا آمد جسم انسان بر تن گرفت، خیشتن را فروتن ساخت، اومد پایین. همین کاری که در برابر فریسیان و صدوقیان مغرور کرد و اون زن فاحشه رو میخواستن سنگسار کنن، فروتن شد، نشست و تا به موت صلیب مطیع گردید. وفادار، عهددار. تهمت بهش زدن، فش بهش دادن، آب دهان بر صورتش ریختن، دست و پاشو سوراخ کردن. نگفت من پسر خدام، الان داغونتون میکنم. میگه همه رو پذیرفت، هیچ کاری نکرد، هیچ کاری نکرد.
این برخورد درست همیشه ما میتونه در برابر مدعیان باشه. همه ما مدعیان داریم. در برابر مدعیانتون اگر میخواید پیروز بشید، مثل مسیح بشید. سخت نگیرید، آرام باشید، بسپارید تو دست خدا، دوستشون داشته باشید، دعا کنید و اونجا هستش که پیروزی با شما خواهد بود و شکست با کسایی که مدعی شما هستن. بله. و چون در سوال کردن الحال می نمودن، راست شده به دیشان گفت: هر که از شما گناه ندارد اول بر او سنگ اندازد. و باز سر به زیر افکنده بر زمین می نوشت. پس چون شنیدن، همه به خوبی می دونیم که مطابق کتاب زکریا 3:1-3 شیطان مدعیه، بلند بگید بقیه شو، برادران یعنی ایمانداران، زن و مرد و خواهران، مدعی اول خود شیطان هستش. پس اونجایی که ما بر علیه یک خادمی به هر دلیلی، من خواهش میکنم ذهن و فکرتون رو در تقدیس کنید، خواهش میکنم هر خادمی، هر کشیشی سخنی گفتید، سخنی میگید، تقدیس کنید و توبه کنید. چون اگر نکنید شیطان رو خیلی خوشحال کردید، خیلی خوشحال کردید. حتی این گونه هم نباید باشه. میدونی حالا کشیش های حالا چه کار میکنن؟ اینن دیگه، اس نمیگه کلیساها حالا اینن. ما امروز تو جنگ روحانی هستیم. امروز که مردم ایران دارن نجات پیدا میکنن، به نظر من تمام ما باید بسیج بشیم، خبر خوش نجات رو بدیم به گوش مردم برسه. این چه معنایی داره که ایمانداران سر بعضی از کشیش ها بحث میکنن، کلیساها بحث میکنن، مواردی که اصلا بچگانه است میان بحث میکنن و مجال نجات رو نمیدن. شما به خوبی میدونید که من درباره آزادی ایران همیشه سخن گفتم. یک بار وقتی برنامه ما تموم شد، اتفاقا یاسر جانم تشریف داشتن، زحمتشو میکشیدن، من دیدم 2-3 نفر از عزیزان اومدن شروع کردن بر علیه من نوشتن مطالبی رو. خب یک لحظه گفتم جوابشو بدم، جواب اونو بدم، جواب اینو. وقتی دعا کردم رولباز گفت جواب چی میخواید؟ خیلی جالبه، فردای اون روز من دیدم یه نفر که به خدا ایمان نداره و اصلا کاری نداره به خدا، اومد نوشته بابا شما مسیحی‌ها خودتون انقدر با هم می‌جنگید که لزومی نداره شیطان با شما بجنگه. عجب حرف سنگینی، عجب حرف سنگین. پس هوشیار باشیم چیکار داریم می‌کنیم. اون جایی که بر علیه خادم خدا، بر علیه کلیسای مسیح سخنی هست، بر علیه مسیح سخن هست، می‌خواید بشینی بشین، می‌خواید رله کنی، تکرار سخنانش کنی، بکن، ولی بدون جایی ایستادی که شیطان رو خوشحال میکنی. پس مدعی نباشیم برای همدیگه. بله. پس چون شنیدند، از ضمیر خود ملزم شده، از مشایخ شروع کرده تا به آخر یکی یک بیرون رفتن. بله، مدعیان رو، مدعیا دیگه وقتی که دیدن عیسی مسیح در فروتنی نشست، پادشاه پادشاهان در برابر همه اونها نشست و با فروتنی نیز از اونها سوالی میکنه که کدوم شما بیگناهید؟ کدوم شما مدعی نمیتونید باشید؟ کدوم شما ادعا ندارید؟ 12 سال است که خداوند این کلیسا رو به من داده و به ما داده. همه ما، هر کدوم، روبن عزیز قبلا خادمین دیگه ای بودن، خدا رو شکر برای وجودشون. فستشون تموم شد، الان جای دیگه هستن، بازم خدا رو شکر برای وجودشون. فصل ها تموم میشه، اینجا فصل من شاید یه روزی تموم بشه، من یه جا دیگه خدمت بکنم اگر زنده باشم. اما هیچ موقع از من نپذیرید که من بودم فلان کار رو کردم. اگر پیروزی در ملکوت خدا بوده، فقط مسیح بوده. اون جایی که میگم من کردم، بدونید دارم دروغ میگم، من نبودم، خدا بوده. نیکویی ها رو خدا انجام داده. پس به پیروی اون عمل کنیم. ما قرار پیروی مسیح بشیم، نه پیروی رسول بشیم. ما رسول رو توی کلیسا پیدا کردیم، اما عیسی مسیح هستش که ما رو پیدا کرده. او دنبال ما گشته. در متی 24:11 میخونیم که نسبت به مدعیانی که میان، بازم میان دروغ میگن، اعلام میکنه به عنوان انبیای دروغین، اعلام میکنه انبیای دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری، یعنی ایماندارا رو، ایماندارا نه بی ایمانو، بسیاری را گمراه خواهند نمود. حتی ایماندارا رو گمراه میکنن. پس باید چقدر من و تو دقیق باشیم عزیز.
نه به پیروی مدعیان بریم و نه خود مدعی بشیم. باز در مرقس 13:22 میخونیم که اعلام میکنه مسیحا و انبیای دروغین، یعنی مدعیان دروغین، ظهور خواهند کرد و چنان علامت و معجزات خواهند نمود که اگر ممکن باشه برگزیدگان خدا را گمراه میکنن، یعنی من و شما را. تا این مرز میتونن به من و شما آسیب بزنن. و هیچ کجای کلام خدا نیومده عزیزان ما باید مدعی دیگران باشیم. حتی ما مدعی مردم گناهکار هم نمیتونیم بشیم، به ما چه مربوطه؟ ما خبر خوش نجات رو میدیم. شما وقتی که لامپ ها اینجا رو روشن میکنن شما چی میبینید؟ چی میبینید؟ نور میبینید. ما از طرف خدا نور این جهان هستیم. ما خبر خوش نجات رو میریم میدیم، روشنایی میاد، تمام، روشن شد همه جا، تمام. هیچ کجا نمیگه حالا بریم با این تاریکی بجنگیم. آیا شما وقتی اینجا لامپا رو میزنن شما میبینید اینجا بین تاریکی و نور جنگه؟ خیر، ما خبر خوش نجات رو میدیم، نور خداوند عیسی مسیح مستقر بشه بر زندگی مردم تا مردم توی یک جایگاه درستی قرار بگیرن. پس ما هرگز نمیتونیم نسبت به مردم دنیا مدعی باشیم، نسبت به خادمین، نسبت به کلیسا، نسبت به معلمین، کشیشان، هرگز هرگز نمیتوانیم. در نامه دوم پتروس 2:1 میخونیم، اعلام میکنه اما قوم اسرائیل علاوه بر انبیای راستین، معلمین خوب تو کلیسا، خادمین، کشیشان، انبیای دروغین هم داشتن. بینشون بود، کنارشون بود. و شما هم در میان خود معلمین دروغین خواهید داشت. پس هوشیار باشین که مسلما کلیسا اعلام نمیکنه. وقتی من اینجا هستم میگم برادر امیر معلم این کلیساست، یعنی تایید شده روح القدس، تایید من و خادمین و رهبران هست. پس اون از طرف خداونده. اما وقتی شما دیگرانی که ما اصلا نگفتیم اینها معلمان، ما نگفتیم اینها اصلا، این بر اون بر حرفای میزنن، صحبتای میکنن، کسی نگفته، هیچ کشیشی نگفته، وقتی گوش میکنید اون صحبت ها رو شما به پیروی انبیای دروغین رفتید. و ادامه میده آنها مخفیانه تعلیم غلط و زیان بخش رو به میان شما خواهند آورد. یعنی یواشکی، یعنی در گوشت، یعنی یه طوری به گوشت میرسونه روبن رو دیدی داره پرستش میکنه، روبن اینجوریه. خب چرا نمیری به خود روبن بگی؟ چرا نمیگه به خودش بگه بابا روبن جان شما این کار رو بکن، رسول تو این کار رو بکن، ببخشی برادر روبن شما الان چشم به شما، حالا کم کم یکی یکی همه رحمتون رو میگه. آره چرا به خودش نمیگی؟ و نیز ادامه میده و همان مولایی را که آنها را خرید انکار خواهند نمود و بلایی ناگهانی بر سر آنها خواهد آمد. و این چیزی هستش که متاسفانه ما شاهد هستیم. مدعیان آرامش روی زمین ندارن، چه به عنوان ایماندار چه به عنوان بی ایمان، و یه روزم لو میرن، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. مدعی نباش، به پیروی مدعی هم نرو. یه روز مولانا نصرالدین از خواب بلند میشه میاد پیش دوستانش میگه دیشب خدا با من صحبت کرد، من پیامبر شدم. میگن ای بابا این حرفا چی میزنی؟ تو مولا یا تو بلایت هم موندی؟ گفت نه من پیامبرم. گفتم آخه پیامبر یه معجزه میکنه. خب بگید من چیکار کنم؟ یکی از دوستاش گفت خب اون درخته که اونجا هست بگو صداش کن بیاد پیشه. گفت درخت بیا نیامد، درخت بیا نیامد، دوباره درخت بیا نیامد. خودش رفت کنار درخت وایساد. بعدش اومد گفتم مولا چرا رفتی کنارش؟ گفت ببین من فروتنم، پیامبرم، اون نیامد من که باید برم. سفسطه هست بین انبیای دروغین که شما رو به دام بندازن، گوش نکنید سخنانشون، گوش نکنید و اون آزادی که مسیح بهتون داده ازش نیز دور نشید. بله بفرمایید. و عیسی تنها باقی ماند با آن زن که در میان ایستاده بود. پس عیسی چون راست شد و غیر از زن کسی را ندید، بدو گفت ای زن، آن مدعیان تو کجا شدند؟ آیا هیچ کس بر تو فتوا نداد؟ گفت هیچ کس ای آقا. عیسی گفت فریسیان و کاتبین اون زمان فکر میکردن خب حالا با این موقعیت هم مسیح رو به دام میندازن، هم ثواب کردن یک زن رو برپس فاحشه رو میکشن.
گفتم با یه تیر دوتا نشون میزنیم. و متاسفانه مدعیان این گونه عمل میکنن. مدعیان خودشون دارن خودشون رو فریب میدن، اما تصویری که دارن میبینن تصویری که خدا رو خوشحال میکنن. الان خدا چقدر خوشحاله که من به سال 10 تا کشیش رو آبروش رو بردم، کلیساها رو آبروشون رو بردم، خادمین خدا رو آبروشون رو بردم. وای الان خدا میگه این شخص باعث بیداری شده، این مارتین لوتره، وای این دیگه چی شد. ولی هوشیار باشیم، این همون فریب شریر هستش که در ذهن ایمانداران قرار میگیره بر علیه کلیسای مسیح و بر علیه مردان و زنان ایمان نیز بیستن. شخص توی جنگل میره شکاری میکنه، شکارچی بوده، همین که داشته شکارشو میپخته یه دفعه نگاه میکنه او هرچی گربه و گربه وحشی و روبا و اینا داره میاد، گفت الان چیکار کنم، اینا میخوام بیان با من سهیم بشن دیگه، باید به اینا بدم بخورن، اینم شکارش خیلی کوچیکه اینا. بعد باد بزنم تو باد میزده، میگه بلال شیر بلاله. فایده داره؟ این فریبکاریه. و متاسفانه این تصویر اشتباه مدعیان هست که فکر میکنن دارن کاری رو میکنن که خدا بهشون گفته. خدا به همه ایمانداران گفته بروید و خبر خوش نجات رو بدید. به من چه مربوطه؟ فلان کشیش، فلان کلیسا، براشون دعا میکنم. کار ما دعا کردن هست، کار ما تشویقه، حتی همدیگر رو تشویق کنیم، هم برای هم دعا کنیم، خوشحال باشیم یک خادم بلند میشه توی کلیسا، بلندترش کنیم تا خداوند از اون استفاده کنه. به ضعف هم دیگه نگاه نکنیم. کلیسا هرگز رشد نمیکنه اگر به ضعف هم نگاه کنیم. هرگز. کلیسا زمانی رشد میکنه که ما در مسیر اراده خدا همان گونه که خودش با ما بود، تعلیممون داد، تقدیسمون کرد، تشویقمون کرد تا تکمیلمون کنه. آمین. و در این مسیر نیز قدم برداریم. بله. گفت هیچ کس ای آقا. عیسی گفت من هم بر تو فتوا نمیدهم. بله بله. شما امروز برگزیده خدایی، مدعی بر علیه تو سخن میگه، هیچ کس که نمیتونه هرگز. اگر دنیا بر علیه برگزیده خدا سخن بگه، بر علیه او شورش کنه، خدا با او خواهد بود. ایمان داریم؟ آمین. آمین که پولس رسول، پتروس و رسولان همین گونه بودن که توانستن خدمتشون رو به کمال برسونن. پولس رسول در نامه رومیان 8:34 الی 39 میگه کیست که برگزیدگان خدا را مدعی شود؟ کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ نه مرگ، نه روح‌های شریر چنین قدرتی را خواهند داشت. هرگز هرگز. تا خدا با ماست کیست بر ضد ما؟ کی بر ضد ما میتونه در این مسیر باشه؟ بله. دیگر گناه مکن. پس عیسی باز به دیشان خطاب کرده گفت من نور عالم هستم، کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود. آمین. اون زن مسیح رو ملاقات کرد. دلت میشکنه از خادمی، از کلیسایی، مسیح رو ملاقات کن. مدعی اونها نشد، مسیح رو ملاقات کن. با ملاقات تو با مسیح فکر و دل تو آروم میشه، اون جواب سوالات تو رو میده. حتی اگر شما میگی آخه چرا این کلیسا یه کارایی میکنه، اون کشیش این کارا رو میکنه، برو در حضور خداوند. همان گونه که خداوند این زن رو ملاقات کرد، خدا اونایی که من و تو فکر میکنیم اشتباه هستن رو ملاقات میکنه. اما حواسمون باشه مانند فریسیان عمل نکنیم، حواسمون باشه مانند کاتبینی که اونجا عمل کردن ما عمل نکنیم، چرا که آسیب خواهیم خوردش. بله. آنگاه فریسیان بدو گفتند تو بر خود شهادت می‌دهی، پس شهادت تو راست نیست. عیسی در جواب ایشان گفت هرچند من بر خود شهادت می‌دهم، شهادت من راست است. آمین. تا 10 بخونید لطفاً. آمین. آمین. می‌خوایم برای این کلام خدا دست بزنیم. ما ایمان داریم که عزیزان، چه با مدعی چه بی مدعی، مدعی برادران که شیطان هست، 2000 سال پیش سرش به توسط پای خداوندمون عیسی مسیح کوبیده شد، تمام. اگرم قدرتی امروز داره روی زمین، برای بی ایمانا داره، برای ایماندارا نداره، برای بی ایمانا داره. این رو مطمئن باشید که خداوند وعده داده که کاملا
خودش و لشکرش نابود خواهد شد. در کتاب مکاشفه 12:10 بریم بشنویم و به یاد بیاوریم. اگر شیطان مدعی تو هست، میگه آرامشتو میگیرم، ثروتتو میگیرم، خانوادتو میگیرم، آرامشتو میگیرم، بگو شیطان نابودی تو بسیار نزدیک شده، نابودی کاملت من نمیگیرم، اما خدا نیز میگیره. اون زمان هست که احتیاج داری در زمان ضعف فقط با خدا یک ملاقاتی داشته باشی. همون گونه که شاعر نیز اعلام میکنه، ای که هوای منی، بی تو نفس ادعاست. من ملاقاتم با خداست که دلیل این خواهد شد من حیات رو داشته باشم، که اشتباه نرم. در غیر این صورت عزیزان، موقعیت‌های دیگه، فکرهای دیگه، تمام مفاردی که ذهن ما رو میخواد مشغول کنه، اونها چیزهایی هست که دنیوی هست. من و تو انتخاب خداوند هستیم، با این وعده ها زندگی کنیم. بله بفرمایید. و آوازی بلند در آسمان شنیدم که میگوید اکنون نجات و قوت. آوازی بلند، صدای خدا رو بلند خواهی شنید، خدا تو رو برکت خواهد داد. بله، اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد. هللویا. که آن مدعی برادران ما، مدعی برادران شیطان، بله، که شبانه روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی می کند به زیر افکنده شد. آمین، هللویا، تمام شد. چرا می ترسیم؟ چرا نگران هستیم؟ چرا توی سکوی قرار بگیریم که بر دیگران ادعایی داشته باشیم؟ خداوند زندگی همه ما رو تحت کنترل داره، زندگی همسرمون رو، کار و فرزندانمون رو، بدنمون رو، روحمون رو، روانمون رو کاملا بدید دست او. همون گونه که این شاعر رو براتون اعلام کردم که ملاقات ما با خدا باعث حیاتمون است. هوا چه کار است؟ این ویروس کرونا اومد، خیلی ماها نگران شدیم، خیلی از دوستان خیشان ما الان مریض هستن، اما ایمان داریم دست حفاظت خدا هم با اونهاست هم با ما هستش. این گونه بنگرید و خداوند نیز مطمئن باشید مطابق فیضش شما عزیزان رو برکت میده. لحظه لطفاً سرهای خود رو خم کنید.